درود به همه دوستانم، امیدوارم که هر جا که هستین شاد و تندرست باشین. موضوع امروزمون در مورد خواص فوق‌العاده ربع انار هستش. میخوام خواصی از ربع انار رو براتون توضیح بدم که شاید تا به حال نشده باشین. حتما تا آخر ویدیو همراه من باشید. مثل همیشه لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. بریم که خواص فوق‌العاده ربع انار رو با هم بررسی کنیم. مورد اول، کاهش کلسترول. ربع انار سرشار از ترکیباتی به نام پلی‌فنول ها هستش که باعث پایین اومدن کلسترول بد خون یعنی LDL میشه و اجازه نمیده صفحات چربی در عروق تولید بشن. مقدار زیاد کلسترول در شریان ها باعث سخت شدن اونها میشه و ممکنه منجر به اختلالات قلبی بشه. مورد بعدی، لاغری. در رژیم های غذایی از ربع انار و آب انار برای لاغری و کاهش وزن استفاده می کنند، چون انار سرشار از ویتامین های A، B، C هستش که به سوخت و ساز بدن کمک می کنه. برای لاغرتر شدن بهتر ربع انار رو به صورت ناشتا مصرف کنید، چون اینجوری جذب اون بهتر صورت میگیره. برای رسیدن به وزن دلخواه، داشتن رژیم غذایی مناسب، ورزش و تحرک کافی در کنار مصرف ناشتای ربع انار کمک کننده هستش. مورد بعدی، بارداری. ربع انار حاوی نیاسینه که ماده ضروری برای رشد ذهن جنینه. بنابراین خوردن اون به خانم های باردار توصیه میشه. همچنین خانم های باردار میتونن برای کاهش تهوع خودشون ربع انار مصرف کنن و اشتهای خودشون رو افزایش بدن. مورد بعدی، افزایش انرژی. ربع انار سرشار از ویتامین B هستش. ویتامین B1 به عنوان یک کاتالیزور در بدن فعالیت میکنه و باعث فعالیت مناسب آنزیم ها میشه و سبب میشه که همیشه پر انرژی باشین. مورد بعدی، پیشگیری از سرطان. رادیکال های آزاد سبب آسیب بافت بدن و بروز بیماری های مثل اختلالات قلبی یا سرطان میشه. ربع انار حاوی آنتی اکسیدان فراوانیه که با رادیکال های آزاد بدن مبارزه میکنه. مصرف ربع انار باعث میشه رادیکال های آزاد از بین برن، چون آنتی اکسیدان های موجود در ربع انار به سلول های بدن کمک میکنه تا بر رادیکال های آزاد تأثیر بذاره. استفاده منظم از ربع با آب انار باعث کاهش خطر ابتلا به سرطان ها به ویژه سرطان سینه در زنان و سرطان پروستات در مردان میشه. مورد بعدی، درمان زخم داخل بینی. در طب سنتی از زماد عسل و ربع انار برای درمان زخم داخلی بینی و سودا استفاده میشه. مورد بعدی، درمان فشار خون بالا. مصرف ربع انار برای افرادی که دچار فشار خون بالا هستن مفیده. البته این افراد برای کنترل فشار خون باید از ربع انار ترش استفاده کنن. مورد بعدی، جلوگیری از آلزایمر. مصرف ربع انار به علت داشتن ویتامین B3 یا نیاسین سبب عملکرد بهتر مغز، تقویت حافظه و جلوگیری از آلزایمر میشه. مورد بعدی، پیشگیری از پیری زودرس. ربع انار حاوی نیاسینه و سبب میشه پوست حالت ارتجاعی خودش رو حفظ کنه. به همین علت سلامت پوست رو حفظ میکنه و از پیری زودرس پیشگیری میکنه. بریم که مضرات و عوارض جانبی استفاده از ربع انار رو با هم بررسی کنیم. ربع انار به خاطر آهنی که داره دیر هضمه و افراد سرد مزاج نباید بیش از حد ربع انار استفاده کنن. خوردن ربع انار موجب سست شدن معده و ایجاد نفخ میشه. بنابراین افراد مبتلا به زخم معده و روده نباید ربع انار مصرف کنند. زیاد روی در مصرف ربع انار باعث ابتلا به یبوست، گلودرد و ناراحتی معده میشه و مبتلایان به بیماری ریه بهتر ربع انار مصرف نکنند.
چه تداخلات دارویی داره؟ اگه داروهایی که مرتبط با فشار خون و کاهش کلسترول هستن رو مصرف بکنید، از مصرف ربع انار اجتناب کنید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. حتما لایک کنید، توی کامنت ها سوالات خودتون رو حتما بپرسین و اگه دنبال سلامتی یا ارتقای سلامتی هستین، حتما عضو کانال من بشید، روی دکمه سابسکرایب بزنید و زنگوله رو فعال کنید.